سلام بر دوستان خوبم، من دنیا هستم، اهل ایران، ولی در حال حاضر تو کانادا زندگی میکنم. خیلی خوشحالم که میخوام در خدمت دوستان گلم باشم. میخواستم که ویدیوهای خودم رو در خدمت دوستان بذارم، ازشون لذت ببرن، درست کنن، چون خودم لذت میبرم از آشپزی و غذاهای خودم و دوست دارم که با دیگران شیر کنم این موضوع رو و امیدوارم قابل سابسکرایب باشم همینطور که در تصویر میبینید. من امروز از یه غذای خیلی پرتنوع و پرمغذی و خوشمزه، خب امروز من از این دبس تپسی دیج استفاده میکنم. این غذا خیلی پرکیفیت و خوشتمه. همجور که میبینید من از پیاز استفاده کردم، از کرت یعنی هویج، اند پپر، گرین پپر یعنی فلفل دلمه‌ای سبز و سیب زمینی، گوجه و فلفل دلمه‌ای قرمز. یه قاشق سس گوجه یعنی تومیتو دارم من که با زعفرون گذاشتم، با زعفرون. و اینجا میبینید که من کذبه دارم، ادویجات عربی بهارات دارم، مقداری پودر سیر گذاشتم و کمون که همون زیره پودر شده است و فلفل سیاه و کاری که کاری خودمونم هست و در واقع دارچین و لیمو ترش که به صورت خرد شده. و اینجا من نمک رو دارم که بسل بهش میگن و آب الیو، یعنی چیزی که من زیتونم رو توش نگهداری میکنم، آبش خیلی خوشتمه برای این موضوع. و اینم سس تنده که مخصوصه. و اینجا من چارتی که مرغ، سینه مرغ دارم که توی این غذا بخوام به کار ببرمش. و همینطور من از روغن زیتون یعنی روغن الیو استفاده میکنم که برای این غذا به کار برده شده. خب دوستان عزیز، من همه مواد رو آماده کردم و میخوام که این رو به شما نشون بدم به چه صورت ما ازش استفاده کنیم. من اینجا میخوام که مواد رو مخلوط کنم به این صورت. الان نشونتون میدم در تصویر شما مشاهده کنید. من این ظرف رو گذاشتم برای این موضوع. من اول از تومیتو ساس هم استفاده میکنم. تومیتو ساس هم رو در اینجا میریزم با زعفرونی که قبلا آماده کردمش. به این صورت خب بعد من این ادویجاتم رو که بهتون نشون دادم، تمام اینها رو رو مخلوط گرجم میریزم، رو مخلوط تومیتو ساسم، یعنی این روبس تومیتو. و من این مقدار آب زیتون رو میریزم داخل این به این صورت. و نمک رو که بسال باشه مخلوط این میکنیم. برای اینکه من توی اسپایسم فلفل نداشتم، از این سس فلفلی که خیلی تند خوش طعمه یه مقداری ما توی این استفاده میکنیم. من خیلی هم نمیرسم، فقط به مقدار خیلی کمی. بعد من الیو رو اضافه میکنم داخل موادم به مقدار 2 spoons، مثلا 2 قاشق کافیه. حالا همینطور که میبینید من اینو کاملا هم میزنم به این صورت.
این سس رو تهیه میکنم به این صورت. استکان آب گرم، آب بلر وارد این میکنم که مقدار سسمون مناسب و اندازه این مواد باشه. کاملا این سس رو هم زدم. حالا توی این شرایط سس من آماده است. سسم رو میذارم کنار، لیمو ترشم رو دارم و مواد رو وارد ظرف مورد نظری که من تنیش کردم. خب من اول از پیاز استفاده میکنم. پیاز رو کاملا اینجا میخوابونم. من دستام کاملا شستم، پیاز ها رو داخل ظرف انجام میدیم، میریزیم به این صورت، میخوابونیم توی صفحه این پریکسمون به این صورت. امیدوارم راحت بتونید ببینید اینو. بعدش من کرات هامو یعنی هویجام و لابلای اینا میریزم به این صورت. این غذا خیلی زحمت خاصی نداره، یه جورایی داره، به هر حال هر غذایی تنوع خودشو داره، زحمت خودشو داره، ولی خیلی راحت تهیه میشه، خیلی خوشمزه است، خیلی با پروتئین و ویتامین خاص خودش رو تو این غذا میتونید مشاهده کنید. خب بعدش من از مرغمو قبلا یه مقدار خیلی کم پختم توی آب که حالا هورمونای زائدش رو ازش بردارم. بعد از این من میام که فلفلای دلمه‌ای قرمزمو ما بین اینها بچینم به این صورت. خیلی کار خاصی نداره. بعد سیب زمینی، یه مقدار سیب زمینی رو که من پتیتو خلال خلال کردم رو ما بینش میذاریم و همینطور از گرین اون از پپر گرین استفاده میکنم که فلفل دلمه‌ای خودمونه. من مخلوط این رو میذارم داخل اینجا به این صورت. و حالا در حال حاضر من این مرغ‌ها رو میخوام که داخل اینجا به این صورت بچینم. خب بقیه سیب زمینی هامو داخل ظرف مورد نظر میچینم. این مقدار ظرف من واسه موادی که آماده کردم کوچیکه، ولی مهم نیست، تا جایی که جا داره من پر میکنم موادمو. فلفلامو میذارم به این صورت. خب از تومیتو و فلفل قرمزم هم استفاده میکنم که به ظرف غذامون نمای خاص و طعم خاصی بده به این صورت. آب گرجم بره روی غذا بد نیستش. دوستان خوبم، همجور که مشاهده میکنید من تمام مواد رو داخل این پریکسمون آماده کردم و من لیمو ترشا رو به این صورت ورقه ورقه کردم که به این صورت داخل مواد باید بذارم به این صورت. تو هر جایی که بتونیم ما این رو این مقدار ظرف من مخصوص لیمو ترشا رو میخوابونیم رو موادمون به این صورت. و اینم از این.
همونطور که مشاهده میکنید من کل مواد رو داخل پرکسمون ریختم، تقریبا کارمون توی این مرحله تموم شده و من حالا میخوام این سوسی رو که تهیه کردمش به این صورته، زعفرونم رنگ خودش رو باز کرد تو این لحظه ای که من دارم کارم رو انجام دادم، حالا میخوایم این سس رو به موادمون اضافه کنیم. ما این سس رو به این صورت روی موادمون میخوابونیم. البته من چون از زعفرون مزه یه مقدار اون رنگ و چیز خودش رو ندارم، من دوست دارم که از یه زعفرون مخصوصه که زعفرون ایرانی هستش روی این غذا، روی مرغ ها بپاشم، مثل حالت پودر و اینا، به این صورت که رنگ و لهاب خوشتم و عطر خوشتمی روی غذای من بده. این رو هم من تهیه کردم قبلش، زعفرون منه. خب بقیه یه سس موادمون رو ما به این مواد اضافه میکنیم به این صورت. من حسابی این مواد رو، این سس رو به موادم، به غذا و به ظرف غذا پرکسم اضافه میکنم و کاملا اون رو با قشته میکنم با این سس مخصوصی که من تهیه کرده بودم با اسپاس های مختلف. اوکی دوستان عزیزم، تو این مرحله من کاملا مواد رو وارد این کردم، وارد این دیسمون، و الان آماده است که من اینو داخل قبلا آماده کردم. اوکی و الان این ظرف غذای ما آماده است که بره داخل. به این صورت خیلی تستش نکردم ولی حتما خوشتون میاد، امیدوارم دوست داشته باشین، شما هم درست کنین، از این غذا لذت ببرین. ممنونم از تماشای شما، لطفا سابسکرایب کنید.